گاهی خداوند در زندگی ما عمل کرده. ممنون برادر. در زندگی ما عمل کرده، به ما قوت بخشیده، توانایی داده. مدت ها میگذره، چون ذکر قدوسیت خدا رو نکردی، لحظه یه اشتباه بزرگی کردی. اشتباه بزرگ من این بوده، گفتم خودم کردم، من زرنگ کار خودم بودم، من این مادر قوی بودم، من خادم خودم، خدا باید کمکم میکرده. من شروع کردم این گونه صحبت کردم، غافل از این که نیکوی خدا همش فیض است برای فرزندانش. در کتاب تثنیه 8:17-18 میخونیم، اعلام میکنه: مبادا در دل خود بگویی قوت من و توانایی دست من این توانگری را برایم پیدا کرد، بلکه یهوه خدای خود را به یاد آور، زیرا اوست که به تو قوت می‌دهد به توسط روح القدس تا توانگری پیدا نمایی، تا عهد خود را که برای پدرانت قسم خورده بود استوار بدارد، چنان که امروز شده است. پسر بچه رو می‌کنه به مادرش که تازه زایمان کرده بود و برای او خواهری آورده بود. پسر بچه 5-6 سالش بود، رو میکنه میگه: مادر، چقدر این خواهرم که به دنیا اومده تو رو اذیت میکنه، میبینم شبا نمیذاره بخوابه، همش باید تمیزش کنی، خودش رو کثیف میکنه، باید بهش شیر بدی، گریه میکنه، کاش که یه پسر مثل من میزاییدی، هم سن خود من، دیدی من بزرگ به دنیا اومدم. ما گاهی فراموش میکنه. من تجربه کردم که عزیزانی که تازه ایمان میارن، مثلا یه ایماندار قدیمی مثل خود من میاد خورده میگیره، این خواهر این برادر هنوز این مشکل رو داره، بهش فرصت بده، بهش وقت بده، تازه به این دنیا اومده، من و شما 20 سال از ایمانمون گذشته، اون نیاز داره که ما محبتش کنیم و اون رو دستگیری کنیم. در سختی ها یه دوران زندگی به یاد بیار نیکویی‌های که در گذشته با ما با تو چه کار کرده، و مطمئن باش اون که خدای حقیقت هست خودش رو آشکار میکنه، دوباره خودش رو آشکار میکنه، دوباره دست تو رو خواهد گرفت. نویسنده اعلام میکنه: خورشید بزرگترین دروغ جهان بود اگر طلوع نمیکرد. اگر من و شما تولد تازه نداشتیم، اگر من و شما به تجربه به مسیح ایمان نیاورده بودیم، نچشیده بودیم محبت او را، امروز صلیب مسیح بزرگترین دروغ بود. اما وجود من و شما، حضور ما، تولد تازه ما، ایمان آوردن ما، بشارت های ما، گواهی های ما نشون میده مسیح تنها حقیقت مطلق بر روی زمین هستش. آمین. مرگ و قیامش، و اینک اینجا هستیم در عشای ربانی که اعلام کنیم که خداوند ما عیسی مسیح مرد برای گناهان ما و زنده شد تا ما زندگی پاکی رو داشته باشیم.